آب نعمتی که حیات از آن است و قدر اون در کشورهای کم آب مثل ایران بیشتر دانسته شده از دیرباز با حفر قنات ها و تا امروز که 48 هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه گذاری شده میزان نیازمون به کالاها یا تجهیزات یا خدمات خارج از کشور به حد اقل رسیده شاید بتونیم بگیم که به حد صفر رسیده ایران به لطف حضور نخبگان علمی در این صنعت به یکی از قطبهای ساتسازی جهان بدل و خودکفا شده و حالا شرکت های ایرانی در بسیاری از مناقصات منطقه‌ای و جهانی برنده میشن و البته شرکت های علمی و دانش بنیان هم نقش کلیدی در ارتقای این صنعت دارند این دستگاه خودش قیمت بسیار مناسبی دارید که در از سه ماه تا چهار ما ارزش خودش در میارید یعنی پول خود دستگاه رو در صرف جویی چون نمک استفاده میشه به جای پرکلورین پرکلورین که روی هفتش هزار تومن نمک کلی دویست تومنه همه فعالیت هایی رو که یک شرکت آب و فاضلاب می تواند انجام بدهد و باید انجام بدهد در واقع تفیز شده و واگذار شده به سرمایه گذار موفق شدیم هدر رفت انرژی رو بین 10 تا 15 درصد کنترل کنیم تقریبی ادا تقریبی که مستظر هستند دوستان که 700 هزار حلقه چاه در کشور داریم که اگر این هدر رفت انرژی تو این اعداد ارقام حتی خیلی کمتر از این کنترل بشه خیلی به نفع اقتصاد کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع فسیلی کشور می باشه. تغییر الگوی کشت به ویژه در حوضه های آبریز زده مثل دریاچه ارومیه و هیرمند از قرقابی به تحت فشار، استفاده از کشت های جایگزین، اجرای طرحهای آبخیزداری، هدایت و کنترل آبهای مرزی و سیلابها و جلوگیری از نشت آب از مهمترین اقدامات برای مقابله با کم آبی بوده. اما فراموش نکنیم که ایران همچنان در اقلیمی کم آب و نیمه بیابانی واقع شده. مهدی صادقی خبر جامع